قصه فیلم قصه مهاجرت، قصه آدم هایی که تلاش میکنن برای اینکه جایی رو پیدا بکنن، برای اینکه زندگی بکنن، و خیلی هاشون هم برای رسیدن به زندگی اون چیزی رو که الان به اسم نفس کشیدن دارن از دست میدن و میمیرن توی مسیر مهاجرت. فرشته جان، یادت هست اولین دفعه که ما تو رو با هم دیدن از پیش چشمشان فرار کردیم؟ یادت هست؟ فرار کردیم تا به اونا بفهمانیم که ما و تو با هم نیستیم. فرشته جان، ما اون روز فرار میکردیم اما نمیفهمیدیم که تا آخر تقدیر ما و تو شده. مهمترین چیزی که همیشه در وقتی یه چیزی من چون می نویسم و فیلم سازم، همیشه دوست دارم با آدم ها بگم یک عده آدمی در دنیا وجود دارن که اینها به دلیل شرایط سخت زندگی در محل زندگیشون به یک جای دیگه پناه میبرن. برای همین واژه پناهنده براشون انتخاب شده. دوست دارم که به همه آدم ها بگم که هر چقدر که سختی در زندگیتون هست، در کارتون، در پول در آوردن، در همه چیز، لطفاً اینها رو برای تخلیهش مهاجرین انتخاب نکنین و سر اونا داد نزنین. احساس نکنین که اونا یه بار اضافه رو دوش شما. احساس کنین که اون هم آدمهایی هستن شبیه شما. و اگه به این اعتقاد داشته باشیم که همه ما رو خدا آفریده، پس اونا هم حق دارن یه گوشه از این زمین که زمین خدا زندگی کنن. رسیدم تهران. بله. ارزش شده که زن همراهته یه ذره پول خرج کنه. این راه رای بیس لازم داره. چه نیست؟ خطرناک است. تو رو به خدا نرین. اگه یه درصد هوا خراب می دریا موجش هر چیزی سیبر با میسی میگی ما نمید. بیا پایین. چرا؟ قبل بشین صندوق آقا. تو شب نشده یه دونه ماشین دیگه میشن. پول نداری از این در میگم راحت نداره. شمارشو بگید. شما رو مسجد است. چی؟ چونت دیگه. ما امروز از افغانستان آمدیم. سر ساختمان دستان. باری بیر پدر و بیر مادر قاتل مثل که به ایران آمدن در ساختمانی که ما کار میکنیم و مجرد. از اونجا مو برم خارج. نه تو نه خانوادش هیچ گوی خوردم نمیتونه. فهمیدی؟ به نظر من قصه های ما چون قصه هایی هن که خیلی به زندگی شبیه هن، اول باید اون قصه پیدا بشه تو ذهنمون، بعد ببینیم که شبیه ترین آدم به اون قصه کیه. برای همین فکر میکنم که هنوز قصه ای که براش به بازیگری فکر بکنم تو ذهنم نیست.